تو یک فراری خریدی اما اون رو مثل یک فیات میرونی. این حرفایی بود که بر علیه پپ گواردیولا زده شده بود، اون هم توسط یک گنده دنیای فوتبال یعنی زلاتان ابراهیموویچ. گواردیولا یکی از بهترین مربیان فوتبال جهانه، اما خوب بازیکنایی بودن که با این مربی بزرگ مشکل پیدا کردن و جنجال‌های اونها حسابی خبرساز شده. توی این ویدیو هم می‌خوایم بریم سراغ یک سری از همین بازیکن‌ها و جنجال‌هایی که با این مربی بزرگ راه انداختن. لطفاً لایک ویدیو، سابسکرایب چنل و همینطور فالو کردن پیج اینستاگرام ورزش هاب رو هم یادتون نره تا از ویدیوهای ورزشی بیشتری بهره مند بشید. خب برای مورد اول بریم سراغ ژوان کانسلو که همین چند وقت پیش اتفاق افتاد. زمانی که این خبر بیرون اومد همه طرفدارهای منچستر سیتی شوکه و گیج شدن. زمانی که به ژوان کانسلو اجازه داده شد از منچستر سیتی به بایر مونیخ بره، اون هم درست قبل از اینکه پنجره نقل و انتقالات زمستانه بسته بشه. زمانی که جزئیات بیشتر منتشر شد و خود کانسلو هم شروع به صحبت کرد، داستان‌های قدیمی پپ دوباره زنده شدن. یک بازیکن خوب و گنده دیگه با پپ گواردیولا مشکل پیدا کرده. باورش واقعاً سخت بود، بازیکنی که پپ همیشه به اون عقیده داشت، اما خب رابطه او و کانسلو الان بدجوری به هم خورده. در ابتدای همین فصل غیر ممکن به نظر می اومد که این دفاع چپ پرتغالی بخواد از منچستر سیتی بره و یا اینکه این اجازه رو بهش بدن. او واقعا در زمین خوب عمل می کرد، علاوه بر اینکه یک مدافع سرعتی تمام عیار بود، بازی حمله او هم بسیار خوب بود و با کیفیت بالای بازیش یکی از مهره های خوب در حمله منچستر سیتی به حساب می اومد. او همیشه بدون شک انتخاب اول گواردیولا در دفاع چپ بود و هر دفعه هم عالی عمل می کرد. اما خب اوضاع کم کم برای او تغییر کرد. بعد از جام جهانی کانسلو فرصت بازی به شدت کمتری پیدا می کرد و او اصلا از این بابت خوشحال نبود و جلوی این موضوع هم ایستاد. او در رختکن به این موضوع اعتراض کرد و به خاطر اینکه عقیده داشت توی آمادگی کامل هست و باید بیشتر بازی کنه، گفت که الان اصلا خوشحال نیست. گواردیولا هم که ظاهراً اصلا تحمل این نوع اعتراض ها رو در تیمش نداره، کاملا ارتباطش رو با این بازیکن قطع کرد و نذاشت که اوضاع فکری ترکیب تیمش خراب بشه. در نتیجه اون هم در آخرای پنجره نقل و انتقالات زمستانه، کانسلو در یک حرکت غافلگیر کننده به بایر مونیخ پیوست. زلاتان ابراهیموویچ. در سال 2009 بارسلونایی ها 58 میلیون پوند رو برای زلاتان ابراهیموویچ دادن تا او رو به نیوکمپ بیارن، اما خب زیاد طول نکشید تا او با پپ شاخ به شاخ شد. زلاتان سر این ماجرا فقط یک سال در اسپانیا دوام آورد و بعد از اون دوباره به ایتالیا برگشت. زلاتان ابراهیموویچ اون موقع یکی از ستاره های داغ فوتبال اروپا بود و انتظار می رفت در بارسلونا حسابی بدرخشه. اما خب برنامه هایی که پپ برای او چیده بود به مزاج این مهاجم سوئدی خوش نیومد. در تیمی که حول محور لیونل مسی چیده شده بود، پپ از زلاتان خواست که در عرض و رو به بیرون بازی کنه، اما خب ابراهیموویچ به این عقیده بود که این درست نیست و اینطوری نمیتونه توانایی های خودش رو درست نشون بده. زمانی هم که بارسلونا در سال 2010 در لیگ قهرمانان اروپا به اینتر باخت، جناب زلاتان حسابی عصبانی شد و کسی رو به جز پپ برای سرزنش پیدا نکرد. بعد از اون هم جنجال اونها حسابی بالا گرفت و زلاتان هم اعتراض خودش رو کاملا نشون داد. پپ هم کمی اون رو نیمکت نشین کرد و کار به جایی رسید که زلاتان دیگه طاقت نیاورد و بعد از فقط یک سال در بارسا به ایتالیا برگشت. او در اعتراض به عمل کرده گواردیولا هم به صورت معروفی گفت تو یک فراری خریدی اما خب مثل یک فیات ازش استفاده میکنی. ساموئل اتو. اتو یکی از بهترین های بارسا بود و به همراه رونالدینیو و لیونل مسی گل های زیادی رو برای این تیم به ثمر رسونده. او مدتی رو هم تحت نظر گواردیولا فعالیت کرده و در این مورد گفته تجربه من با پپ در بارسلونا چیزی بود که بود، اما خب در سطح شخصی او چیزی که انتظارش رو داشتم نبود. خیلی از بازیکن های دیگه هم همین حرف من رو گفتن. زمانی که پپ به بارسلونا اومد به سرعت نزد طرفدارها محبوب شد و خیلی هم زود رونالدینیو نیو و دکو رو از تیم بیرون کرد. اما خب به اتو یک شانس کوتاه مدت داده شد و او برای یک سال تحت نظر گواردیولا بازی کرد.
اگرچه اتوو با بارسای گواردیولا خوب عمل کرد و تیم هم بسیار موفق بود، اما خب اتوو و گواردیولا اصلا رابطه دوستانه‌ای با هم نداشتن و با هم چشم تو چشم نمی شدن. زمانی هم که فصل تموم شد، گواردیولا اتوو رو هم از تیمش بیرون کرد. اتوو به اینتر میلان رفت تا در اونجا با خوزه مورینیو کار کنه. دست بر قضا هم اتوو توی اولین فصل حضورش در اینتر میلان سگانه رو برد و رابطش هم با مورینیو خیلی بهتر از رابطش با گواردیولا بود. خود اتو هم از گفتن این قضیه ابایی نداشت و مدتی بعد از اینکه از اینتر میلان رفت گفت: من نمیتونم مورینیو رو با گواردیولا مقایسه کنم، یکیشون نتونسته لیگ قهرمانان اروپا رو با بایرن ببره و یکی دیگه این کار رو با پورتو انجام داده. این واقعا تیکه بدی بود و نشون میده که اتو اونقدر از گواردیولا خوشش نمیاد. یحیی توره یک هافبک دفاعی عالی بود که هم در بارسلونا و هم در منچستر سیتی تحت نظر گواردیولا بازی کرده. اما خب میشه گفت با اینکه او کیفیت بازی بالایی داشت، اما در ترکیب‌های گواردیولا یک بازیکن کلیدی نبود. توره در بارسلونا نمیتونست خوب به ژاوی و اینیستای توپ برسونه که نقش حیاتی رو در هافبک پپ داشتن. برای همینم هم بود که یحیی جان به منچستر سیتی رفت و دست بر قضا هم در اونجا نمایش بسیار عالی رو داشت. اما خب این جای خوب در ترکیب زمانی که پپ به منچستر سیتی اومد دوباره خراب شد. یحیی توره‌ای که نزد طرفدارهای منچستر سیتی بسیار محبوب بود، کم کم از ترکیب پپ کنار گذاشته شد. خود توره گفته که پپ اصلا او رو در نظر نمی گرفته و به این موضوع اشاره کرد که بقیه بازیکنهای آفریقایی هم تحت نظر پپ اینطوری باهاشون رفتار می شده. این اتهام بزرگی بود و پپ به نجات پرستی متهم شده بود. اما خب گواردیولا به این اتهامات توجه نکرد و هنوز هم یکی از بزرگترین چهره های فوتبالی در جهانه. مدتی بعد هم یحیی توره از این حرفش عذرخواهی کرد و الان رابطه این دو نفر اونقدر بد نیست. سسک فابرگاس سسک فابرگاس از بچگی طرفدار بارسلونا بود و از همون بچگی هم پپ گواردیولا رو دوست داشت. اما خب فقط بعد از اینکه یک سال رو با هم دیگه در بارسلونا گذروندن این دوست داشتن از بین رفت. اونا الان اصلا با هم دیگه رابطه خوبی ندارن و حتی گواردیولا زمانی که فابرگاس برای چلسی بازی میکرد با او دست نداد و همه این رابطه اونها که بسیار خراب شده بود رو دیدن. گواردیولا برای فابرگاس یک اسطوره بود، اما خب میگن که هیچ وقت نباید اسطوره های خودتون رو ملاقات کنین چون ممکنه بدجوری ناامید بشین و این اتفاقی بود که برای فابرگاس افتاد. به عقیده خیلی ها موفقیت پپ در کارش طرز رفتارش با بازیکناش رو توجیه میکنه، اما خب نظر شما در مورد پپ و رفتارش با این 5 تا بازیکن چیه؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب چنل ورزش هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.